بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. این صلواتی که دوستان زحمت کشیدن صلوات خوبی بود، ولی صلوات شب قدر نبود. این صلوات بلندتر خط کنید. الله اکبر صلی الله محمد و آل محمد. شب 23 ماه مبارک رمضان هست، شبی که بنابر روایات متعددی که داریم بیشترین احتمال شب قدر امشب هست. شبی است که اگر نگاه بکنید، ادعیه ما رو اگر نگاه بکنید، روایات ما رو، بیانشون در مورد امشب متفاوته. فضای متفاوتی است در ادعیه، فضای متفاوتی است در روایات. در مثل چنین شبی در نقل‌ها داریم و مرحوم حاشق عباس هم نقل کردن در مفاتیح که حضرت زهرا سلام الله علیها در مثل چنین شبی تشویق می‌کردن فرزندانشون رو که بیدار بمونند، غذای کمتری می‌دادن که شب خوابشون نگیره، در روز تشویق می‌کردن که استراحت بکنن و می‌فرمودن محروم من حرم خیرها، فرمودن که محروم است کسی که از خیر چنین شبی بدون استفاده بماند. امیدوارم که خداوند متعال این توفیق به ما بده که این ساعاتی که از این شب باقی مانده، سلامون هیه حتی مطلع الفجر، این ساعات رو بتونیم استفاده بکنیم. بحثی رو که من خدمت عزیزان هستم این چند شب، که بحث بسیار مهمی است، بحث جایگاه عقل هست در معرفت دینی، که ما حوزه شناخت دین، حوزه معرفت دین، عقلی که خداوند متعال به عنوان امتیاز بشر، امتیاز خاص بشر، این عقلی که این عقلانیتی که بشر رو به اون درجه میرسونه، به اون جایگاهی میرسونه انسان رو، که خداوند متعال به ملائکه امر میکنه بر اون سجده بکنن به احترام او، در مقابل او سجده بکنن، در مقابل آدم سجده بکنن، این عقل جایگاهش در معرفت دینی کجاست؟ بس است که من این چند شب خدمت شما داشتم. خب کلیات رو عرض کردم، از خود جایگاه عقل، اون عقل اخلاقی در حوزه اخلاق که بحث بسیار مهمی است و چند شب رو به اون اختصاص دادم، چون زیربنای خیلی از حوزه های معرفتی مکتب اسلام این عقل اخلاقی است. عقل اخلاقی، شب گذشته بحث عقل در فقه رو خیلی مختصر اشاره کردم. بحثی رو که امشب خدمت عزیزان اشاره خواهم کرد، بحثی است در مورد جایگاه عقل در حوزه باور، حوزه اعتقادات، که در مکتب اسلام عقل ما در حوزه باور چه جایگاهی داره، چه اهمیتی داره، چه نقشی داره، و این خیلی مهم هست که این رو درست درک بکنیم. اگر پایه دین پذیرش خدا و نبوت است، که هر دوی اینها درکش مبتنی بر عقله، و اگر از این زاویه نگاه بکنیم، در حقیقت بدون نقش آفرینی عقل دین باوری وجود نداره، معنا نداره. این عقله که خدا رو میپذیره،
این عقل که میپذیره وجود پیام رسانی از جانب خداوند متعال رو، اعجاز قرآن رو میپذیره و بعد تمام باورهای دین بر این بستر سوار میشه. البته هستن مکاتبی که تقلید رو جایز میدونن در حتی این حوزه، این شناخت خدا، ولی خب در مکتب اسلام این گونه نیست. خصوصا در نگاه شیعه تقلید در اصول اعتقادی جایز نیست. چرا؟ چون اگر در امر باور به خدا فرضاً تقلیدی من خدا رو قبول کنم، من خدا رو قبول کنم چون پدرم خدا رو قبول داره، من رسول خدا رو قبول کنم چون پدرم و مادرم مسلمانن، خب این اگر من در خونه بغلی متولد شده بودم که پدرم کافر بود، با این نگاه کافر می شدم. اگر همسایه اون طرفی بود که مشرک بود، باید مشرک می شدم. خب این خیلی ارزشی نداره اینجور اعتقاد داشتن به خدا. اون اعتقادی ارزش داره که بر عقل انسان، بر تفکر انسان، بر خرد انسان سوار بشه. خب لذا میبینید در مبانی اعتقادی شیعه، در اصول اعتقادی نمیشود تقلید کرد. کسی نمیتواند باور به خدا رو، باور به رسول گرامی اسلام رو، مبانی اعتقادی چون پدر و مادرم مسلمان هستن قبول بکنه. باید با عقل به اون باید برسه. خب اگر این طوریست، اگر نمیشه گفت که خدا عادل هست چون پدرم میگه، خدا عادل هست چون مادرم میگه، نه، خدا عادل هست چون عقل من اینطوری میفهمه عدالت الهی رو، اون شناختی که من از خدا دارم. خب اگر واقعا این مهمه، این شناخت عقلانی مهمه، باید این بستر برای پرسشگری عقلانی باید فراهم بشه. نباید من بترسم که پسرم سوال بکنه چرا خدا هست، نباید من بترسم که دخترم سوال بکنه چرا ما مسلمان هستیم، چون این شاکله اعتقادیش رو باید از عقل بگیره، باید این پرسش رو بکنه، باید این سوال رو بکنه. اگر نکنه باید نگران بشیم، باید این سوال رو بکنه. نباید من نگران باشم که پسر من بره کالج، بره دانشگاه، به من سوال کنه که بابا من یه تئوری شنیدم به اسم بیگ بنگ، یه تئوری شنیدم به اسم اِوولوشن، میگن آقا همه دنیا یک انفجاری بود، منشأ خلقت خدایی نبود، خب یک انتخاب طبیعی، حرکت انتخاب طبیعی شروع میشه از اون موقع، خب پس خدا کجاست؟ من موظفم بذارم پسرم این سوال بکنه و موظف هستم که کمکش بکنم. چرا من مسیحیم، مسلمانم، چرا مسیحی نشدم، چرا یهودی نشدم؟ این سوالاتیست که باید بشه و باید این بستر رو فراهم کنی که پسر من نترسه این سوال بکنه، دختر من نترسه این سوال بکنه. ما در مکتبی زندگی میکنیم، مکتبی رو بهش اعتقاد داریم، مکتب امام صادقی که من عرض کردم و وعده دارم این رو کاملترش رو اشاره بکنم. اون بیان امام صادق علیه السلام رو در ماجرای مباحثه مفضل ابن عمر با ابن ابی الاحجا نگاه کنید، خیلی قضیه مهمه. یک نفر، نه کسی که پرسش اعتقادی داره، یک نفری که اصلا ملحد منکر خداست، کجا در مسجد النبی کنار قبر مطهر رسول گرامی اسلام خدا رو زیر سوال میبره؟ اصلا خدا این نیست، همین چیز اتفاقه. و چقدر نمونه سراغ داریم حالا که فرضاً تو مجامع مذهبی ما کسی جرأت کنه بیاد این حرفا رو بزنه خدا چیه، بیاد کنار ذریح مطهر امام رضا علیه السلام خدا رو زیر سوال ببره، کی جرأت داره این کارو بکنه؟ خب میاد این حرفو میزنه، مفضل طاقت نمیاره میشنوه این حرفا رو، یا عدو الله الحت فی دین الله و انکلت و انکرت الباری جل قدسه الذی خلقک، ای دشمن خدا اومدی تو مسجد النبی کنار قبر پیامبر خدا نشستی، کفر میگی و خالق خودتو انکار میکنی، عصبانی میشه اون فضل. خب ابن ابی الاحجا برمیگرده به اون فضل میگه که
یا هادا ان کنت من اهل الكلام، اگر متکلمی اهل علم کلامی، خب بیا با هم بحث بکنیم. اگر دلیلی داری خب اثبات کرده حرفتو، ما از تو تبعیت میکنیم. اگر هم که نه، سوادی نداری، علمی نداری، میخوای با ما دعوا بکنی، نه ما با تو کاری نداریم. یه لحظه این حالا نمیدونه ابن ابوالاوجا حدس میزنه، متوجه میشه از نوع رفتار مفضل که این با احتمال شاگرد امام صادق باشه. یه و ان کنت من اصحاب جعفر ابن محمد صادق فما هاکذا تخاطبنا، اگر تو از اصحاب امام صادقی، مولای تو با ما اینطوری حرف نمیزنه. ولا به مثل دلیل که تو جادل و فینا، و نه با این برخورد تو، با این بیان تو با ما صحبت میکنه. ولقد سمع من کلامنا اکثر من ما سمعت، خیلی بیشتر از این چیزایی که تو این چند دقیقه شنیدی امام تو از ما شنیده. فما افحش فی خطابنا ولا تعدا فی جوابنا، یک بار به ما توهین نکرد، یک بار به ما نپرید. و انه الحلیم الرزین، اینا تعبیر کیه؟ تعبیر ابن ابوالاوجاع ملحده، میگه این امام تو الحلیم الرزین، اون بردبار خردمند، العاقل الرسین، اون عاقل هوشمند. لا یعتریه خرق ولا طیش ولا نزق، هیچ عمل ناشایستی و برخورد ناشایستی از اون ندیدیم، هیچ بیمبالاتی از اون ندیدیم، هیچ تنخویی از اون ندیدیم با این موقعی با اون صحبت میکردیم. یسمع کلامنا و یسقی الینا، کلام ما رو میشنوه، صحبت ما رو میشنوه، به حرفای ما با دقت گوش میکنه. و یتعرف حجتنا، و تمام دلیلمونو آشنا میشه، میفهمه ما چی میگیم، بحثمونو گوش میکنه. حتی از استفرغنا ما عندنا، تا جایی که دیگه هر چی دلیل داریم میاریم، همه بحثامونو مطرح میکنیم. و ظننا انا قطعنا، میگه یه موقعی که خیالمون دیگه فکر میکنیم به خیال خودمون که دیگه امام صادق هیچ راهی برای جواب دادن نداره. دحر حجتنا به کلام یسیر و خطاب قصیر، یلزمون به الحجه و یقطع العذر ولا نستطیع لجوابهی ردا. یه موقعی که ما همه حرفامون رو زدیم، شروع میکنه با چند جمله مختصر، با چند کلام مختصر، چنان ما رو پاسخ ادله ما رو محکم میده، چنان پاسخ شبهات ما رو محکم میده که یقطع العذر، هیچ بهانه‌ای نداریم، جوابی نمیتونیم بدیم. ولا نستطیع الجواب ردا، هیچ پاسخی نداریم بدیم. فإن کنت من اصحابه فخاطبنا بمثل خطابه، اگه واقعا از اصحاب جعفر ابن محمدی، از مولات یاد بگیر چطور بحث بکن. این اخلاق امام صادقه، این مکتب امام صادقه، مکتب عقل با ملحد، کسی که در کنار قبر رسول خدا انکار میکنه، شاید تا حدی عناد هم داره چون ایمان نیاورد ابن ابوالاوجاع، با این حال کسی که منصوب خداست، امام جانشین پیامبر، وقت میذاره محترمانه باهاش صحبت میکنه، این عقلانیت در مکتبه. امام صادق میتونست اشاره بکنه به اصحابش و بساط ابن ابوالاوجاع اصطلاحا جمع بکنه، این روش نبود. این مکتب، مکتب عقل، مکتب خرده. ما مکتبمون مکتب غنی است، مکتبی است که به اون افتخار میکنیم، اونقدر جواب داره که بده، اونقدر حرف داره که بزنه، که نترسیم از اینکه سوال بشنویم. اینکه ما باب پرسش ها رو ببندیم، باب سوالات رو ببندیم، این خیلی خطرناکه. چرا؟ چون نتیجهش رواج سطحی گراییه، رواج ظاهر گراییه، رواج فهم غلط دینه. اگر بگیم آقا سوال نکن، همینه که گفتن، عقلمو به کار نگیرم، فهم اسلام در اسلام سلفی، اسلامی که در وهابیت الان به حال معتقد هستن، گرایش فقهی حنبلی، گرایش کلامی اشعری خصوصا، شما ببینید آیات قرآن رو موقعی که میخوان ترجمه بکنن، میخوان بفهمن، فرضاً میرسن به این آیه شریفه، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای همه دست هاست. نگاه کلامی فعلی سلفی ها چی میگه؟ میگه آقا جان معناش اینه، ظاهر کلام خداست، خدا گفته من دست دارم و
و دست منم بالای همه دست هاست. پس خدا دست دارد. میگه آقا مگه میشه خدا دست داشته باشه؟ این که تمثیله، این که شما داری خدا رو به انسان تشبیه میکنی که. بعد میگه نه، خدا ولی گفته که لیس کمثله شی، دست داره ولی شبیه دستای بقیه نیست، با بقیه فرق میکنه. خب موقعی شما میاید این عقل میاد تو حوزه اعتقادات وارد میشه، میگه آقا اگر خدا دست داشته باشه جسم داره، یعنی بدن داره، یعنی حد داره. اگر خدا محدود شد یعنی دیگه نامحدود نیست. خدا اگر محدود شد برای اون حدش خالقی میخواد که اون حد رو برای خدا قرار داده. اگر خودش که برای خودش قرار داده باشه، برای باید دنبال خدای دیگه بگردیم که این خدا رو محدود کرده. موقعی که عقل میاد وسط، عقل میگه آقا این آیه رو نباید اینطوری بفهمی، نباید به ظاهر آیه نگاه بکنی. من نگاه میکردم اتفاقا امروز که مطمئن بشم، دیدم یکی از فقهای سلف که سلفی که اتفاقا وبسایت معروفی هم داره، دقیقا همین عبارت داره: و القرآن و سنت جاء لتعریف العباد ما لمعبودهم من الصفات. یا قرآن و سنت اومدن برای اینکه به بندگان بفهمونه صفات خداوند متعال چگونه است. و هذا لا يتم الا بحمل الكلام على حقيقته، و این امکان نداره مگه اینکه همون چیزی که در ظاهر آیات میبینید همون رو قبول بکنید. خدا میگه ان الله على العرش استوى، خدا بر تخت کرسی نشسته، پس خدا تختی داره اون بالا نشسته دیگه. خدا میگه يد الله فوق ايديهم، پس خدا دستی داره که واقعا به حال بالای همه دست هاست. خب این اگه عقل رو ببندیم کار به اینجا میکشه دیگه. شما متاسفانه این انحرافاتی که ناشی از بستن عقله، ناشی از توجه نکردن به نقش عقله، در باورهای خودمون هم داریم، باورهای شیعه هم متاسفانه داریم. آقا من چند تا نمونه مثال بزنم، نمونه‌ای که خیلی از شما عزیزان آشنا هستید. آقا دشت اول کاسبی، قاعد میشه کاسب خیلی میگه آقا دشت اولی شما دیگه، حالا انشالله برکت بده این دشت اول، بالاخره امروز برکت داشته باشه. حالا اومدیم امروز کارش نگرفت، میگه عجب اون اولی که اومد آدم نامبارکی بود، دشتش امروز دشتش خود دست خوب دشت خوبی نداشت. خب آقا دشت اول ما کجا داره؟ کدوم مبنای عقلی؟ کدوم مبنای قرآنی؟ کدوم مبنای روایی؟ حالا این بنده خدا کار داشته، خود زودتر اومده سر مغازه شما دیگه. حالا کل اون روز اگر شما خیر و فروشتون خوب پیش نره، گردن این منده خداست که صبح اول وقت ما رو خرید کرده. آقا میگه فلانی قدمش نحسه. آقا عروس که اومد تو خانواده ما، من شنیدم اینها رو، متاسفانه اتفاق افتاده. آقا فلان عروس اومد تو خانواده ما، پدر بزرگ من فوت کرد، دو ماه بعدش عمه من فوت کرد، این قدمش نحسه. به بنده خدا رو مؤمن رو متهم میکنیم، آبروش رو میبریم، حیثیتش رو میبریم، برای اینکه به قول خودمون قدمش نحسه. از کجا آوردی؟ میریم فال میگیریم، یا اگه مذهبی باشیم سر کتاب باز میکنیم، اصطلاحاً دو آخون پیدا میکنیم، بعد به خیال خودمون هم داریم به دین خدا عمل میکنیم. کجا پیغمبر گرامی اسلام، کجا اهل بیت که اومده که سر کتاب باز کرده میشه بگیم و باز میشه؟ ولی آقای میش متاسفانه دکان شیادی هم راه افتاده که به اسم سر کتاب باز کردن دعا خواندن مردم رو سرکیسه میکنن. و چقدر متاسفانه من زمان نداریم، برای نمونه هایی به شما میگفتم که چگونه اینا فتنه تو زندگی ها انداختن، زندگی ها رو تا زندگی ها رو پاشوندن و زندگی ها تا لب پاش از بین بردن، جلو بردن اینها، به اسم سر کتاب باز کردن، به اسم دعا نوشتن. آقا دعا بنویسید بخت بچه من باز شه. میریم جمکران، آقا بریم عریضه بندازیم در چاه جمکران که امام زمان ببینه. خب بابا جان اگر من معتقدم موقعی که میگم السلام علیکی یا ابا عبدالله الحسین، حسین ابن علی میشه نفعه به پاسخ میده، چگونه است که معتقد نیستم که امام عصر من بر حالات روحی من آگاهه؟ من دعا بخونه امام عصر نمیشه نفعه، باید برم روی کاغذ بنویسم در یک چاهی بندازم که موقعی کسی بره از که امام عصر برن تو اون چاه اونو دعی برن من چی دارم میگم؟ خب موقعی که عقل رو به کار نمیگیریم در حوزه اعتقادات اینطوری میشه دیگه. حالا بعضی موارد هست، حالا فرضاً مثل بحث چشم زخم که حالا اونجا شاید یه مقدار بحث متفاوت باشه. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه 50 که سوره مبارکه قلم میگن ما دلیل عقلی قطعاً بر رد چشم زخم نداریم،
نمیشه گفت قطعا خلاف عقله، یه سری معیداتی هم داره. ولی حالا بر فرض اینکه قضیه هم باشه، آقا آیه میگه و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصار. اگه چه سخت باشه، خود چه سخت کفاره، نه مؤمنه. شیعه 12 امامی، دوست من، خواهر من، برادر من، میگه آقا چشم شور بود یه اتفاق افتاد. اصلا شما یک بار در سیره اهل بیت نمونه ها رو ما نداریم که آقا بگه فلان چشم شور بود، امام میگه آقا فلان چشم شور بود اومد در منزل من فلان اتفاق افتاد. نداریم چنین چیزایی رو. من یادم هست دوره 17 سال پیش منزل عزیزی رفته بود به دوستان، بچه دار شده بود، تازه بچه کوچیکی داشت، حالا چند ماهش رو فکر میکنم. مادر بزرگ ایشون اونجا بود. خب خانوم من به رسم ادب و به هر حال احترام گفت به بچه، بچه قشنگیه. بعد خب این مادر بزرگ فوری میگه نه خیلی زشته، خیلی زشته، خیلی زشته. خب حالا خانوم خیلی تعجب کرده بود که حالا چه اصراری که بگه چون خیلی زشته. من متوجه شدم که آقا تو اون منطقه این تفکر اینطوری است که شما بگی به هر حال قشنگی داره چشمش میزنی، یعنی به هر حال باید حتما بگی زشته که چشمش نزده باشی. این فردا فرزند خدا نکرده من خدا بچه فردا سرما بخوره، میگن آقا دیدی فلانی گفت این بچه قشنگه. این جور تفکراتی که مبنای عقلی نداره، مبنای دینی نداره، متأسفانه تو باورهای ما وارد میشه. خب عقل میگه آقا نه صحیح نیست. آقا چرا این بنده خدایی بیاد شما یه احترامی میذاره، ادبی میکنه، میگه آقا چه بچه خوبی دارید، من بگیم نه دیگه تو چشمش شور رفت بچه من دیگه برای اتفاق بیفته چون تو گفتی اینطوری. خیلی مواقع خانواده مذهبی هم توی مسائل درگیر میشن، آقا نگیم فلانی چشم شوره، چشم میزنه این امکانی که ما داریم رو. میام تو بحث آموزه های عرفانی، آموزه های اخلاقی، میام در حوزه عرفان به اسم عشق به خدا، به اسم عرفان، به اسم معنویت، چه خرافاتی، چه آموزه های عقل ستیزی وارد میشه. آقا عرفان کاذب داره بیداد میکنه، به برخی از این مجالس با مواد مخدر به عرفان میرسن، به حالات معنوی میرسن. دستورات عجیب و غریب عرفانی، من این نمونه خدمت شما عرض بکنم، نزدیک شاید 20 22 سال پیش بود، من مشهد بودم، یک برنامه‌ای بود، برنامه مکالمه زبان عربی بود و خب توی مرکز مستقر بودیم، اونجا کار میکردیم تو تابستون. یکی از بستگان ما اومد، ایشون حالا محبت کرد اومد دیدن ما و یکی از دوستانش رو هم با خودش آورد. حالا خیلی برای ایشون خیلی علاقمند به عرفان بود و از یکی از این مکاتب عرفانی هم در مشهد پیروی میکرد. نزدیک اذان ظهر شد، موقع نزدیک اذان ظهر شد و بخور نزدیک نماز شد، یه بحث نماز مطرح شد و بعد ایشون گفتش که آقا من نماز ظهرمو قبل از اذان میخونم. شما تصور بکنید ببینید حالت من چقدر تعجب کرد. آقا یعنی چی من نماز ظهرم قبل از اذان میخونم؟ گفت آقا میگن خیلی در معنویت آدم رشد و تکامل ایجاد میکنه. آقا اذان نگفتن هنوز، اصلا وقت شرعیت نماز ظهر نرسیده، من برم نماز ظهر قبل از اذان بخونم که میگن خیلی معنویت ایجاد میکنه. چون ببینید در حال موقعی که عقل نیا تو این حوزه، یک تعبد کورکورانه بیا تو این حوزه، چه اتفاقی میفته؟ آقا میرن زیارت سید الشهدا، خب اینها متاسفانه اینها ضعف کار در حوزه عقلانیت دینیه. میریم زیارت سید الشهدا، طرف از وارد سنگ میشه به شکل سگ شروع میکنه صدای سگ در آوردن برای افتادن داخل حرم، اون نمای زشتی که تشیع دیده میشه اونجا به چه حرکتیه؟ آقا من سگ حسینم، امام حسین سگ نمیخواد، شیعه عاقل میخواد. امام حسین حبیب ابن مظاهر میخواد، زهیر ابن قین میخواد، سگ نمیخواد ابی عبدالله. خب این نکنید اینجا موقعی که مکتب به انحراف کشیده میشه چه اتفاقاتی میفته؟ قمزنی رو عزیزان میدونن دیگه، به نیت سید الشهدا میرن. چه عکس های فجیعی که سر بچه 6 ماهه رو میزن میشکافن، خون تمام سر بچه رو میگیره. آخه کجای شهر، کجای مکتب، کجای دین، کجا سیر شهدا به اینها راضیه؟ و چه توحشی از شیعه نشون میدن؟ متاسفانه خب بعضی حرکت ها هم اینها رو تقویت میکنن. من یادم هست
واسم قضیه ما رو گذشته است. یکی از این مراجعی که خب ایشون خیلی صاحب تو ایران شناخته شده نبود تو مشهد. من دفتر ایشون کاری داشتم همون دوره که زمانی که مشهد بودم برای دوره زبان عربی رفتم حالا خدمت ایشون خواستم یه کاری رو انجام بدم. عده‌ای از شیعیان هندی و پاکستانی اونجا بودن. اگه شیعیان هندی بودن بیشتر. ایشون داشت در فضیلت غمه زنی صحبت می‌کرد. که غمه بزنی چه فضلی داره؟ خون بریز روی لباس و با همون لباس خونی نماز بخونید. آقا نجاست نماز باطله. چرا مکتب رو این سمت میبریم آخه؟ عید و زهرا یکی از اون معضلات دیگه که متاسفانه واقعا هر کاری هم میکنیم متوجه نمیشن بعضی ها. من یه مرکزی رو چند سال پیش ارتباط داشتم صحبت میکردم اونجا عزیزان تو همین کانادا. خب تو گروه واتساپ این دوستان هستن. دیدم که سال گذشته پیام گذاشتم برای عید و زهرا. خیلی تعجب کردم چون بارها این قضیه رو صحبت کرده بودم تو مرکز. زنگ زدم به اون عزیزی که مسئول مرکز هست گفتم فلانی عید و زهرا یعنی چی؟ به اسم مطهر بانوی دو عالم مجلس بگیریم خدای نکرده فحاشی بکنیم خدای نکرده بگیم آقا رفع القلم مثل اینکه خدا جایزه داده میگه آقا جایزه تونه که امروز گناه کنید هر چی خواستی گناه کنید جایزه است این خیلی کار خوبیه گناه کردن بعد حرفی زده بشه توهینی بشه به برادران اهل تسنن خواهران اهل تسنن به اعتقاداتشون من اینکه پیرو امیرالمؤمنین هستم که حضرت میفرماید لولا مخافت الفرقه بین المسلمین اگر ترس من علی نبود که بین مسلمانان تفرقه بشه حقم رو میگرفتم برای حفظ این اتحاد مسلمان ها علی علیه السلام پا روی حقش گذاشت سکوت کرد برای من بیام عید الزهرا بگیرم اینها رو ترویج بکنم ببین من خودم گفتم فلان چرا گفت شما هم موقعی که رفتید دیگه متاسفانه کار دست من خارج شده گفتم خب بذار من با دوستان صحبت میکنم یکی دو روز من تو این گروه برای دوستان پیام میذاشتم پیام صوتی صحبت میکردم فایده نکرد که نکرد یعنی عقل موقعی که از دین میاد بیرون میشه تعصب دیگه تعصب که شد موقعی که فضای تعصب ذهن انسان رو میگیره هیچ استدلالی دیگه جواب نمیده ما نباید دینمون اینطوری باشه دینمون شناختمون از دین اینطوری باشه که دست بشه به فلان شخص به فلان عالم به فلان آقا انسان خطا میکنه دیگه خود حقی شاید توی مجالس حرفای زده باشم پنج سال پیش بعد متوجه شدم که نقل من غلط بوده اشتباه بوده طبیعی آدم بخیر تو مسیر علم آموزی یه چیزی متوجه میشه چند وقت پیش چند من این مطلبی رو جای گفتم با متوجه شدم که سند نداره خب رفتم گفتم اصلاح کردم مثلا این مطلب با متوجه شدم اشتباهه یک فرمایش دادن حضرت امیر در ابتدای جنگ جمل برای یکی از اصحاب تاریخ یعقوب نقل میکنه این رو حارث بن حوت رانی هست یکی اصحاب حضرت امیره جنگ جمل میخواد شروع بشه ابتدای جنگ برای شبهه پیش میاد شبهه چیه؟ نگاه میکنه یک طرف میبینه علی علیه السلام اصحاب رسول خدا یک طرف دیگر نگاه میکنه ام المؤمنین عایشه از همسر رسول خداست طلحه است زبیره اونا هم انسان بزرگی هست چقدر افتخارات دارن گیج میشه میگه آقا من چیکار باید بکنم این بر یا اون بر تعبیر حضرت امین این هست حضرت میفرمایند که سوال این طرف اظن و طلحه و زبیر و عایشه اجتمع و علال باطل میگه آقا واقعا این طوریه که طلحه و عایشه و زبیر این سه شخصیت بزرگ واقعا همه شد مسیر غلط هم حضرت میفرمایند یا حارث انه ملبوسون علیک حارث مسیر داری اشتباه میکنه و ان الحق والباطل لا يعرفان بالناس حق و باطل با آدم ها نشناس با مردم نشناس با طلحه نشناس با زبیر نشناس ولكن اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف من اتاه حق رو بشناس اهلش رو میشناسی باطل رو بشناس اهلش رو میشناسی عقل تو به کار بگیر دین خدا رو با عقل بفهم کسی که مسیر خلاف داره میده خب بگو اینجا از زنگ خطره دیگه این خیلی معیار مهمی است که علی علیه السلام میده ما اهل بیت عصمت و طهارت واقعا تلاش کردن که این مکتب از خرافه پاک بکنن نذارن خرافه سمت این مکتب بیاد یک روایت رو نقل میکنه در
اگه اشتباه نکنم کتاب شریف کافی است، اون در توحق العقول روایت من دارم. حسن ابن مسعود میگه، میگه من یک روز خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم در حالی که حالا اتفاقاتی افتاد اون روز. انگشت من زخم شده بود، یه اسب سوار بهم زده بود، بعد به کتفم زده بود، کتفم ضربه خورده بود و خلاصه بعض قسمت لباسام پاره شده بود. اومدم خدمت امام، یه در حالی که ناراحت بودم، خلاصه داشتم غر می‌زدم اصطلاحا، گفتم کفانی شر که من یوم فما عیشمک، خدا من از شر تو این روز، خدا من از شر تو این روز نجات بده، چه روز شومی هست تو. حضرت اینو شنیدن فرمودن که یا حسن هادا و انت تقشانا و ترمی ذنب که من لا ذنب له. فرمود که چه معنی داری تو میای نزد من امام هادی؟ بعد اون موقع یک روزی رو، یک چیز رو که گناهی نداره، تأثیر تو زندگیتون داره، اونو متهم میکنی به خاطر اتفاقاتی که برای افتاده. بعد این من خودم متوجه خطا میشیم، یا آقا من اشتباه کردم، خطا کردم، آقا جان استغفر الله، من طلب استغفار میکنم. حضرت همون که یا حسن ما ذنب الایام حتی سرتم تتشعمون به قاعدا جوزیتون به اعمال کنفی ها. تقصیر گناه روزها چیه؟ گناه سیزده روز سیزده ما چیه؟ که شما یه خطایی میکنید، اشتباهی میکنید، به خاطر اشتباهتون عقابی میشه تو اون روز. چرا به ایام نسبتش میدید؟ چرا به روزها نسبتش میدید؟ بعد دوباره حسن ابن مسعود دوباره عذرخواهی میکنه، طلب مغفرت میکنه خداوند متعال. بعد حضرت میفرمایند بالله ما ینفعکم ولکن الله یعاقبکم بذمها علی ما ذم علیها فی. رحمت خداوند متعال روز قیامت عقابتون میکنه بر این که شما گناه، کسی چیزی گناه نداشته، روزی که گناهی نداشته، حیوانی که گناهی نداشته، اتفاقات طبیعی که گناهی نداشتن، اینها رو ملامت میکنه بر خطاهای خودتون. حضرت میخواد این خرافه رو میخواد جمع بکنه. بعد فرمودن حضرت که ای حسن ان الله والمصيب والمعاقب والمجازي بالاعمال عاجلا و عاجلا. تو نمیدونی که خداست که عامل و خداست که تنها مؤثر فی الوجوده، خداست که عذاب میده، خداست که میبخشه، خداست که پاداش میده. چقدر نکات مهمه. آیات قرآن کریم رو نگاه میکنیم تو همین بحث، چقدر تأکیده. ما باید مکتب رو درست بشناسیم، باید مکتب رو درست متوجه بشیم. من این رو عرض بکنم، صحبتم رو تمام بکنم، شب قدره. یکی از اون مفاهیمی که متاسفانه ما خوب درک نکردیم همین بحث قضا و قدره. من بعضی عزیزان میبینم میشنوم صحبت میشه، آقا مقدرات مصالح آینده که فلان جا فلان جا میخوایم بریم، فلان جا فلان کار رو بکنیم، این مقدر میشه برای ما. خب آقا اگه قرار باشه تقدیرات و قضا و قدر رو طوری معروف معنا بکنیم که فعل من رو شامل بشه، دیگه میشه جبر. که خدا مقدر میکنه فلان سال بعد برم فلان جا، مقدر میکنه فلان کار رو بکنم، مقدر میکنه فلان چیز رو بردارم، مقدر میکنه فلان گناه رو بکنم، ولی خدا کرده دیگه. این کاری میکنیم بعد کلن دیگه میشه جبر دیگه، به اسم قضا و قدر. در حالی که اصلا قضا و قدر این نیست. در بحث قضا و قدر اون چیزهایی که مثل امشبی قطعی میشه در مقدرات سال انسان، اون اموری است که خارج از اراده انسانه، نه اون چیزی که اراده بنده به شماست. بنده شما تو زندگی اراده داریم، اما خیلی از مسائلی که تو عالم اتفاق میفته حوزه اراده ما خارجه، دست من و شما نیست. خیلی اتفاقا من نمیتونم کووید 19 رو پیش بینی بکنم، که من که نمیتونم بفهمم که آقا دو روز دیگه قرار زلزله بیاد، که دست من خارج این اتفاقات. قضا و قدر این که آقا امشب مقدر میشه فرضاً اینه. مثال میدم خدمتتون، خداوند متعال میدونه، در علم الهی میدونه که آقا مسیری که من دارم زندگی میکنم طبق روال هر روزم سال دیگه، دو ماه دیگه من خونه صبح میخوام بیام بیرون برم سمت ماشینم، خدا میدونه که اون روز یه نفر دیگه از بندگانش هم همونجا اون روز کنترل نداره، ترمز ماشینش بریده، قرار از جلوی خونه من رد بشه و میدونه اتفاق عادی اینه که من بیام جلو و اون به من خواهد زد و اون احتمالاً پایان عمر من خواهد. خب من چنین شبی دعا میکنم، از خدا توسط خدای متعال عنایت میخوام، لطفش رو میخوام، کمکم بکنه، در مقدرات من عنایتی بکنه، سری رحیمی میکنم، صدقه ای میدم، یک در روایت اومده. خب خداوند متعال این عنایت رو میکنه. اون لحظه که من خونه میخوام خارج شم، یه لحظه خانومم من صدا میزنه، یه لحظه صدایی میشنوم، یه لحظه توقف میکنم، یه لحظه چیزی تو ذهنم میاد، دو ثانیه دیرتر میرم اون ماشین رد میشه از کنار. این میشه مقدرات، این چیزی که ما
امشب از خدا میخوام اون چیزایی که از دست من و شما خارجه. اما خدا مقدراتش این نیست که منو وادار کنه سال دیگه این کارو بکنم این کار نکنم. خدا من متعال اسبابی رو فراهم میکنه که بلایی از من دفع بشه و یا خیلی به من برسه. این قضا و قدره و اینها امشب قطعی میشه. چنین شبی خیلی امشب شب عزیزی است. این روایت رو عرض بکنم که فقط قدر امشب رو بدونیم صحبتمو تمام بکنم. اسحاق ابن عمار میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم، امام فرمودن که در مورد شب قدر سوال میکنن که آقا ما شنیدیم که ارزاق روزی های انسان ها شب نیمه شبان تقسیم میشه. حضرت فرمودن خیر، لا والله، بلکه اون چیزی که اون زمانی که روزی شما تقسیم میشه، اون زمانی که این مقدرات در سال آینده مشخص میشه، ما ذاک الا فی لیله 19 من شهر رمضان و 21 و 23، اینها شب 19 هم 21 و 23 هم ماه رمضان اتفاق میفته. بعد فرمودن در شب 19 هم فی لیله 19 یلتقل جمعان، در شب 19 هم همه چیز با هم، آیه قرآن یلتقل جمعان، که بعد سوال میکنه از امام امون فرمودن که یعنی خداوند متعال اون چیزهایی که میخواد مقدر بکنه همه اونها رو جمع میکنه اون شب، همه احتمالات اونها همه جمع میشن با هم بگیم در شب 19 هم. و فی لیله 21 یفرق کل امر حکیم، در شب 21 هم تقریبا مشخص میشه تقدیرات که سال آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و فی لیله 23 یمضی ما اراد الله عز و جل من ذلک و هی لیله القدر التي قال الله عز و جل خیر من الف شهر. اما شب 23 که میرسه اون شبی است که تقدیرات نهایی خواهد شد. اون همون شب قدر است، تعبیر امام صادقه، همون شب قدر است که خداوند متعال فرمود از هزار ماه بالاتر است. قدر این لحظات الان بدونه، این لحظات، هر لحظه این لحظات، هر ثانیه این لحظات امشب برتر از 83 سال زندگی ماست، هزار ماه زندگی ماست. قدر این لحظات امشب بدونیم. سلامون هی حتی مطلع الفجر. انشالله خداوند متعال توفیق به ما بده که بتونیم انشالله استفاده بکنیم. بر محمد و آل محمد صلوات خیر.